آقای لباف، ابتدا درباره انگیزتون از چنین اقدامی به ما بگید و اینکه حال عمومی خودتون با توجه به اینکه اعتصاب درمان هم دارید به چه شکل است و در چه حالی هستید. سلام و درود دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. هدف من از این کاری که انجام دادم این بود که خب ما متوجه شدیم در شرایطی که کشورهای اروپایی به دنبال این هستن که نظر خودشون رو درباره تروریستی شناختن سپاه پاسداران اعلام بکنن، سخنانی از وزیر خارجه لوکسامبورگ بیرون اومده که نشوندنده عدم رغبت ایشون میباشه، که خیلی علاقه شاید نداره به این که بخواد سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره. بعد از این موضوع ما تصمیم گرفتیم یک اعتراضی رو در اینجا ترتیب بدیم که صدای ما شنیده بشه و اونها بدونن که مخالفان جمهوری اسلامی هستن در کشور لوکسامبورگ، چون معمولا کشور لوکسامبورگ تعداد زیادی ایرانی نداره و اون ایرانی هایی هم که در لوکسامبورگ هستن اکثرا افرادی هستن که مشکلات خاصی یا با جمهوری اسلامی ندارن و یا اینکه سالیان سالی که در این کشور زندگی میکنن و به خاطر امنیت و شرایطی که در اینجا داشتن تا حدود زیادی تمایلشون به همون ثبات و شرایط خوبی هست که در لوکسامبورگ براشون فراهم هست. به همین خاطر ما اونجا تصمیم گرفتیم با چند نفر از دوستانمون تحصن بکنیم. از روز ششم ما تحصنی رو جلوی پارلمان لوکسامبورگ انجام دادیم و اعلام کردیم که ما میخواهیم که سیاستمدارا دقت بیشتری به این موضوع بکنن و توجه بکنن که این شرایط شرایط خاصیه و ما انتظار داریم از کشوری مانند لوکسامبورگ که سمت مردم ایران بیسته و نه سمت سپاه پاسداران. و سه روز که از این حالت گذشته بود که ما در اونجا تحصن کرده بودیم، پلیس اومد ایجاد مزاحمت برای ما کرد. ما یه سقفی بالای سرمون داشتیم که با مجوز اونجا مونده بودیم، ولی بعد اومدن به ما ایراد گرفتن و پلیس گفت ظرف مدت یک ساعت بعد اینجا رو جمع بکنید و اینا برده بشه، هیچ وسیله نباشه، گرمایشی صندلی برای نشستن نباشه برای دیگران. خود من که روی ویلچر بودم مشکلی نداشتم، ولی خب دیگران که می‌خواستن اونجا ببینن دچار مشکل شدن. به همین خاطر من اعتراض خودم رو افزایش دادم و علاوه بر تحصن دست به اعتصاب غذا و درمان هم زدم و تا امروز اون رو ادامه دادم که قرار شد که دیداری داشته باشیم و دیدارم برگزار شد که من رفتم و صحبت کردم که باید خودتون توضیح میدم. همین درباره تأثیر این اقدام شما، یعنی تحصن و اقدام به اعتصاب غذا، میخواستم بپرسم که آیا تا به حال منجر به بازتابی شده، تأثیری داشته؟ در روزهای ابتدایی خیلی تأثیر خاصی نداشت و همه فکر میکردن که ما دست از این کار برمیداریم. بعد با اون اتفاقی که افتاده بود و مزاحمت هم ایجاد کردن، فکر کردن سرمای هوا باعث خواهد شد که کسی دیگه اونجا نمونه و بعضی ها هم گفته بودن که با یکی دو نفر آدم نمیشه تغییر ایجاد کرد. پس من تصمیم گرفتم و موندم و بعد از گذشتن چند روز که رسانه های فارسی زبان کار کردن، ما از دیروز رسانه های خود لوکسامبورگ هم اومدن خبر کار کردن و این خیلی رسانه‌ای شد و تأثیر خیلی خوبی گذاشت، به خاطر اینکه اونها مجبور شدن با توجه به شرایطی که الان در کشور لوکسامبورگ نزدیک به انتخابات هست برای گروه ها، برای احزاب مختلف، برای اینکه نماینده هاشون رو تعیین بکنن و شهرداراشون رو مشخص بکنن، این خیلی وضع سیاسی رو به هم ریخته بود که مخالفان دولت، سیاست برداران مخالف اقداماتی رو انجام بدن تا اینکه مجبورن از ما درخواست بکنن که شما یه قراری گذاشتن و ما رفتیم در وزارت خارجه، امروز دیدار داشتیم اونجا باهاشون و بعد از صحبت کردن باهاشون به توافقات خوبی رسیدیم، از جمله اینکه در قبال این که از تحصن و اعتصابم بردارم قرار شد این فرصت رو به ما بدن که در هفته آینده از ایرانیان سیاستمداری که در اروپا هستن و معمولا فعالیت میکنن بر علیه جمهوری اسلامی اجازه بدن که اونها بیان و شرکت بکنن در جلسه با وزیر خارجه. و ما درخواست کردیم که از نفر از عزیزانی که در اروپا هستن اینها بتونن با ما همراهی بکنن، آقای خانم صفایی و آقای ایلخانی پور و آقای علیرضا آخوندی رو ما مطرح کردیم. آنها گفتن اینا مدار در کشورهای دیگر هستن که ما اعلام کردیم که به عنوان سیاستمدار، گفتن نمیتونیم به عنوان سیاستمدار بیان، که من اعلام کردم که مشکلی نیست، اونا به خاطر دفاع از حقوق ایرانی ها میان و گفتن راه شما هیچ مشکلی نداره، میتونن شرکت بکنن و
به ما کمک کنن تا بتونیم یه تصمیم خوبی درباره سپاه پاسداران بگیریم. سپاسگزارم از همراهی شما. امیر لباف، فعال سیاسی از لوکسانبورگ.